باغ عفیف‌آباد یا باغ گلشن در انتهای خیابان عفیف‌آباد در شیراز قرار دارد. با مساحتی در حدود 127 هزار متر و درختان قد بلند و حوضی مستطیلی شکل در بین دو ستون از درختان نخل، عمارتی را که من اکنون به چشمان شما هدیه می کنم در واقع جایگزین قلعه سنگی بزرگی شده است که پس از دوره صفویه بر اثر فرسودگی از بین رفته است. در دوره قاجار شخصی به نام میرزا علی خان قوام الملک آن را خریداری کرد و به قول امروزی ها کلنگ احداث عمارتی را به جایان بر زمین زد که تا این لحظه که تصاویر آن را میبینید با ستونهای محکم و نقوشی در جلوی ایوان همچنان با اعتماد به نفس کامل پا بر جا مانده است. قوام الملک برای آنکه نفس این باغ به شمار نیفتد در فاصله 15 کیلومتری آن قناتی خریداری نمود. در اواخر دوره قاجار سرپرستی از آن به نوه بانی استی باغ شخصی به نام عفیف خانم رسید و به همین اعتبار تا امروز به نام عفیف آباد معروف شده است. این باغ اکنون در اختیار ارتش جمهوری اسلامی است. عمارت آن دارای دو طبقه است که طبقه اول موزه نظامی و طبقه دوم موزه عبرت است. در سمت غربی باغ حمام سنتی و قهوه‌خانه به چشم می‌خورد. باغ عفیف‌آباد با دو محوریت تفریحی و تاریخی در همه ایام سال و پررنگ‌تر در ایام بهار میزبان مسافران است. اما از پارادوکس‌های جالب در آن ادوات خشک و بداخلاق جنگی در سایه درختانی مهربان و سایه‌های محبت‌آمیز است تا بیاموزد که زندگی آمیخته‌ای از همین امور متضاد است. اگر میل عبرت گرفتن داری یا هوای تفریح یا گوش دادن به صدای پرندگان، باغ عفیف‌آباد تو را می‌خواند. عمارت شاپوری یکی از زیباترین و سالمترین عمارت و باغ‌های تاریخی است که در مرکز شهر شیراز واقع شده است. صاحبش عبدالصاحب شاپوری بوده و از همین رو به عمارت شاپوری معروف شده است. این عمارت دو طبقه است با ستون‌های مدور و پوشیده از نقوشی از جمله شاه دوره هخامنشی و دارای حوضی جلوی ایوان نمستطیلی که دایره شکل و دارای پنج پر. شب که می شود عمارت بودنش را بیشتر فریاد می زند. من حوض پنج پر را برایت در قاب تصویر از بالا ماندگار می کنم تا آن را در تاخشه خاطراتت آنگاه که به اینجا آمدی همیشه زنده نگاه داری. این عمارت شعر است، اما شعر نو. معمار آن مقید به رعایت قافیه در همه قسمت‌های آن نیست. مصرع‌های آن یعنی درختان به قرینه کاشته نشدند و انار و نارنج و سرو دیگر گل‌ها هر کدام نه در بستر نظم که به میل خود گوشه‌ای قد کشیدند و به هر حال شیوا و جذاب. معمار خود را ملزم به قواعد گذشتگان نمی کند، سنت شکنی در پیش می گیرد و ترکیبی از معماری ایرانی و اروپایی به نمایش می گذارد. بالکن به آن می افزاید و راه پله هایی که در دوره خودش بی سابقه بود است و البته جا
جسورانه.